در آمریکا آخرین روز پرسش سناتورهای آمریکا از گروه مدیران استیضاح پرزیدنت ترامپ و گروه مدافعان او به اتمام رسید. روند استیضاح پرزیدنت ترامپ اکنون وارد مرحله نامشخصی شده است، زیرا سناتورهای جمهوری‌خواه از رأی کافی برای رد درخواست دموکرات‌ها برخوردارند که خواستار ادای شهادت از سوی مقام‌های کلیدی در دولت ترامپ هستند. کاترین جیپسون خبرنگار صدای آمریکا در کنگره در گزارش خود میگوید تصمیم نهایی در این زمینه ممکن است به سرعت اتخاذ شود. پرزیدنت ترامپ در تجمع حامیان خود ضمن انتقاد از روند استیضاح گفت این بی‌آبرویی به زودی پایان می‌گیرد. تلاش حزبی است، یک رسوایی است، به صراحت رسوایی برای کشور ماست. سناتورها 16 ساعت را صرف پرسش‌های خود از گروه دموکرات‌ها و گروه مدافعان رئیس جمهوری کردند. هدف جلوگیری از ارائه اطلاعات معتبر برای نشان دادن اقدام خلاف نیست. دموکرات‌ها ارتباط کمک به اوکراین به تحقیقات درباره رقبای سیاسی پرزیدنت ترامپ را خطرناک می‌دانند. مدافعان رئیس جمهوری استدلال کردند رئیس جمهوری آمریکا اگر معتقد است انتخابات مجدد او به نفع منافع ملی آمریکاست، می‌تواند اساساً هر کاری را برای اطمینان از انتخاب مجدد خود انجام دهد. مرحله پرسش و پاسخ در آستانه رأی‌گیری برای شنیدن شهود در سنا ظاهراً توانسته از تغییراتی را ایجاد کند. اطلاعات جدیدی نصیب ما نمی شود. من شخصاً فکر می کنم تقریباً همه سناتورها از هر طرف احتمالاً تا همینجا به نتیجه گیری رسیدند. جمهوری خواهان استدلال می کنند که احضار شهود می تواند استیضاح را طولانی کند و توجه را از انتخابات منحرف سازد. ما از احضار هیچ شاهدی جلوگیری نمی کنیم. اما دموکرات ها می گویند این استدلال یک بهانه است. همکاران جمهوری خواه من با یک حق انتخاب دروغین مواجهند. رهبرانشان به آنها گفتند اگر با احضار شهود موافقت کنند، چه جان بولتون یا تیلور، سفیر سابق اوکراین یا هر کسی دیگر، آن وقت ما تا زمانی که استیضاح ادامه دارد برای ماها در سنا گیر خواهیم کرد. سنای تحت کنترل جمهوری خواهان ممکن است پس از رأی گیری بر سر احضار شهود به سرعت رأی گیری نهایی برای تبرئه پرزیدنت ترامپ از هر گونه اقدام خلاف را انجام دهد.